مانوئل والز نخست وزیر فرانسه هشدار داده حملات دیگری علیه کشورش و دیگر کشورهای اروپایی در حال تحریزی است. به خبر داد حملات جمعه شب پاریس در خاک سوریه طراحی شده است. آقای والز با اشاره بر افزایش تدابیر امنیتی گفته است ما در چند ماه اخیر نشان دادیم که نه تنها با تروریست ها بلکه با تمام آنهایی که با تروریسم، اسلام افراطگرا و گروه‌های سلفی در ارتباط هستند و نیز آنهایی که علیه جمهوری فرانسه نفرت پراکنی می کنند مبارزه می کنیم. در پی حملات همزمان در شامگاه جمعه 22 آبان ماه به یک سالن اجرای موسیقی، ورزشگاه و چند کافه و بار در پاریس، دادستانی پاریس اعلام کرد سه هسته مرتبط با داعش در عملیاتی هماهنگ حملات روز جمعه را انجام دادند که 132 کشته و حدود 350 مجروح بر جای گذاشت. داعش مسئولیت حملات پاریس را بر عهده گرفته و تعداد حمله کنندگان را 8 نفر اعلام کرد. پلیس فرانسه حدود 170 عملیات در مناطق مختلف این کشور انجام داده است. فرانسه اعلام کرده است در جستجوی عبدالسلام صلاح، یک مظنون خطرناک در ارتباط با حملات تروریستی جمعه شب در پاریس است. وی متولد بروکسل، پایتخت بلژیک است. در همین حال پلیس بلژیک اعلام کرده که دو نفر از مهاجمان شهروند فرانسه و ساکن بلژیک بودند. بنابر اعلام دادستانی فرانسه، برخی از مهاجمان شهروند فرانسه و شماری نیز از ملیت‌های مختلف بودند و با خاورمیانه، بلژیک و احتمالاً آلمان در ارتباط بودند. پس از کشف دو خودرو با شماره پلاک بلژیکی در پاریس که تصور می‌رود تروریست‌ها آنها را پس از حملات در هومه‌ای در شرق پاریس رها کرده باشند، 7 نفر در بروکسل بازداشت شدند. خبرگزاری فرانسه به نقل از منبعی در تیم تحقیقات می‌گوید در یکی از این خودروها سه مسلسل کلاشینکوف پیدا شده که احتمال فرار یکی از مهاجمان را تقویت می‌کند. رسانه‌های فرانسه روز یکشنبه 24 آبان خبر دادند که یکی از 7 نفر مهاجم انتحاری که تاکنون شناسایی و نامش اسماعیل عمر مصطفی 29 ساله اعلام شده و در شهر شارتر در جنوب غرب پاریس زندگی می‌کرده، الجزایر تبار و متولد فرانسه بوده است. دادستانی پاریس همچنین اعلام کرده این فرد سابقه ارتکاب جرائمی داشته و پلیس هم او را به عنوان شخصی که بعداً به عقاید افراطی روی آورده می‌شناخته، اما هیچگاه به زندان نیفتاده است. پدر و برادر و برخی از افرادی که تصور می‌رود رابطه نزدیکی با این شخص داشتند اکنون برای بازجویی به مرکز پلیس برده شدند. دولت فرانسه پس از حملات جمعه وضعیت اضطراری در کشور اعلام کرد و روز یکشنبه موزه‌ها و تئاترها در پاریس بسته بودند و صدها سرباز و پلیس در خیابان‌ها و ایستگاه‌های مترو گشت می‌دادند. دولت صربستان نیز روز یکشنبه 24 آبان ماه اعلام کرد گذرنامه‌ای که در کنار یکی از اجساد مهاجمان در پاریس پیدا شده در 7 اکتبر در وزارت کشور صربستان به نام فردی اهل سوریه ثبت شده که در 3 اکتبر از ترکیه با قایق وارد جزیره لروس یونان شده، سپس همراه پناهجویان دیگر به صربستان رفته و درخواست پناهندگی‌اش در آنجا ثبت شده بود. همزمان توماس دمیزیر وزیر کشور آلمان نیز روز یکشنبه 24 آبان در مورد احتمال حملات تروریستی مشابه پاریس در این کشور هشدار داد. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا نیز اعلام کرده است که بودجه سرویس‌های امنیتی و اطلاعاتی این کشور را برای مقابله با تهدید گروه موسوم به دولت اسلامی افزایش خواهد داد. آقای کامرون هشدار داد که حملاتی مشابه آنچه که روز جمعه 13 نوامبر در پاریس رخ داد ممکن است در بریتانیا هم اتفاق بیفتد. پلیس بریتانیا پس از حملات در پاریس به حال آماده باش در آمده و از مسافرانی که با قطار از پاریس وارد لندن می شود می خواهد تا مشاهدات خود را از آن حملات به اطلاع پلیس برسانند تا اگر اطلاعات مفیدی داشته باشند آن را در اختیار پلیس فرانسه قرار دهند. در پی حملات تروریستی شامگاه جمعه در پاریس، پایتخت‌ها و شهرهای بزرگ در سراسر جهان روز شنبه 23 آبان به نشانه همبستگی و همدردی با مردم فرانسه بناهای پر اهمیت خود را با نور به پرچم سرنگ این کشور آراستند. حوادث دردناک اخیر پاریس دقیقاً از ساعت 9:20 در کنار استاد دو فرانس در حالی که مسابقات فوتبال بین آلمان و فرانسه برگزار می شد آغاز گردید. در ابتدای عملیات انتحاری دو تروریست بدون داشتن بلیط قصد ورود به استادیوم را داشتند و کمی دیرتر کمربندهای انفجاری خود را به کار انداختند.
یک ربع دیرتر کوچه آلبر شرق پاریس در یک رستوران فرد دوم انتحاری خود و دو نفر دیگر را به قتل رساند. 5 دقیقه دیرتر باز در استادیوم فوتبال فرد دوم انتحاری. 2 دقیقه دیرتر در رستوران محله 11 5 کشته و 8 زخمی. 6 دقیقه دیرتر کشتار وحشیانه در سالن کنسرت بتکلان که در این حادثه 3 تروریست انتحاری از درب ورودی از پشت مردم نشسته وارد سالن شدند و رگبار را آغاز کردند. 89 کشته 140 نفر زخمی تنها در این محل. 4 دقیقه دیرتر رستوران بولوار ولتر. اتومبیلی که قبلا در شرق پاریس روی مردم تیراندازی کرده بود این بار 19 نفر را به رگبار مسلسل بست و در این میان عبدالسلام صالح که تنها زنده مانده این عملیات است موفق به فرار شد. در فردای تحقیقات روشن گردید که 3 برادر 2 نفرشان 20 ساله و 30 ساله کشته شده و عبدالسلام صالح اینک به بلژیک گریخته است. روی هم رفته 5 تروریست شناسایی و یکی از آنها همکنون زنده در بلژیک دستگیر شده است. روز یکشنبه آقای اولاند با آقای سرکوزی و سایر شخصیت‌های سیاسی به مشورت پرداخت. آقای سرکوزی میگوید باید به مظنونین با سابقه دستبند الکترونیک وصل کرد. امروز آقای مانوئل والز نخست وزیر گفت احتمال تکرار عملیات تروریستی بسیار است و پیشنهاد کرد مساجد و مراکز افراطی که ارزش‌های جمهوری را زیر سوال ببرند بسته شوند. آمار می‌گوید 11000 نفر مسلمان افراطی دارای پرونده در فرانسه هستند. یکی از تروریست‌ها به شکل پناهنده از سوریه به پاریس آمده بود. در 24 ساعت گذشته در 19 استان 23 نفر دستگیر، 19 قبض سلاح توقیف و در این میان 168 خانه مورد بازرسی قرار گرفت و 104 نفر تحت نظر هستند. روز گذشته مراسم دعا در کلیسای نوتردام انجام گرفت. امروز ظهر رأس ساعت 12 آقای اولاند به همراه هیئت دولت در دانشگاه سوربن و مردم عادی در سراسر فرانسه 1 دقیقه سکوت داشتند. عصر امروز ساعت 4 رئیس جمهور آقای اولاند به کاخ ورسای رفت تا نشست مهمی را با سناتورها و نمایندگان مجلس برای چاره‌اندیشی برگزار کند. شب گذشته ارتش فرانسه با 10 فروند هواپیمای رافال و میراژ بر مقر پایگاه‌های داعش 20 بمب فرو ریختند. باید گفت شهر چهره خلوت یافته و نگرانی‌ها ادامه دارد. آقای والز نخست وزیر امروز می‌گفت قطعاً عملیات تکرار خواهد شد. دیروز به هنگام مراسم نیایش به دنبال یک هشدار غلط عده‌ای دچار سانحه‌های کوچک شدند. روز قبل مادونا در کنسرتش در استکهلم ترانه مشهور ادیت پیاف لوی آنگو زندگی در گل سرخ را اجرا کرد. اما ابتکار متعلق به این جوان است که با یک 3 چرخه پیانوی خود را به کنار سالن کنسرت بتکلان آورد و ترانه مشهور جان لنون ایمجین را با پیانو برای حاضری نواخت. پاریس، تلویزیون ایران فردا. به دنبال حملات پاریس، وزیران کشورهای عضو اتحادیه اروپا اعلام کردند روز جمعه 29 آبان ماه نشستی اضطراری در بروکسل برگزار می‌کنند و درباره مسائل امنیتی و واکنش‌های این اتحادیه مذاکره خواهند کرد.
اتین شنایدر وزیر کشور لوکزامبورگ 24 آبان ماه به خبرنگاران گفت در مقابله با بربریت و تروریسم اروپا در کنار فرانسه ایستاده است. وی تصریح کرد تصمیم برای انجام دیدار اضطراری وزیران کشور اعضای اتحادیه اروپا با همفکری مقام‌های فرانسوی گرفته شده است. کشور لوکزامبورگ رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا است. وزیر کشور لوکزامبورگ روز یکشنبه 24 آبان ماه با همتای فرانسویش برنار کازینو و نیز مسئول ارشد امور داخلی و مهاجرتی اتحادیه اروپا دیمیتریس آوراموپولوس در پاریس دیدار کرده بود. این سه مقام اروپایی در بیانیه‌ای که پس از دیدار خود صادر کردند بر توقع شهروندان اروپایی بر انجام واکنشی فوری، متمرکز و مؤثر اتحادیه اروپا تاکید کردند. خبرگزاری فرانسه میگوید مسائلی مانند سیستم ثبت اطلاعات مسافران PNR که بر جمع‌آوری اطلاعات مسافران در اتحادیه اروپا استوار خواهد بود از جمله مواردی است که وزیران کشور اتحادیه در مورد آن مذاکره خواهند کرد. ایالات متحده در حال حاضر از این سیستم بهره می‌برد. پس از آنکه سالها بر سر نحوه مراقبت و حفاظت از اطلاعات شخصی در زمان مقابله با تروریسم و جرایم خطرناک بحث و مجادله وجود داشت. دیدار روز جمعه 29 آبان ماه گفتگوهایی در مورد افزایش کنترل مرزهای اتحادیه و مسائل امنیتی مربوط به وجود، مالکیت یا خرید و فروش اسلحه را نیز در بر می‌گیرد. در همین حال وزارت دفاع فرانسه از حمله هوایی گسترده جنگنده های این کشور به 20 موضع گروه حکومت اسلامی در رقه در سوریه خبر داده است. بر اساس این گزارش 10 جنگنده فرانسوی عصر روز یکشنبه 24 آبان ماه به طور همزمان یک ستاد فرماندهی و یک کمپ آموزشی گروه حکومت اسلامی در رقه را بمباران کردند. وزارت دفاع فرانسه گفته است که این عملیات با هماهنگی نیروهای آمریکایی انجام شده است. این عملیات آبان بزرگترین عملیات فرانسه علیه گروه حکومت اسلامی در سوریه از زمان آغاز عملیات هوایی این کشور در قالب ائتلاف بین المللی است. فرانسه 15 آبان ماه اعلام کرد که ناو هواپیمابر شارل دوگل بزرگترین ناو جنگی خود را برای شرکت در نبرد علیه گروه موسوم به حکومت اسلامی به منطقه اعزام کرده است. پیش از این فرانسه از 6 جنگنده رافال در امارات متحده عربی و 6 میراژ مستقر در اردن در عملیات خود علیه گروه حکومت اسلامی استفاده می کرد. همزمان آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفته است اعضای گروه 20 مرکب از 20 کشور بزرگ دنیا در بیانیه‌ای که روز دوشنبه 25 آبان ماه صادر خواهند کرد پیام قاطعی در مورد لزوم مبارزه با هر شکلی از تروریسم خواهند فرستاد. صدر اعظم آلمان تاکید کرد نباید گناه حملات تروریستی پاریس را بر گردن پناهجویان بیگناهی که از جنگ و تروریسم گریختند انداخت. خانم مرکل طی روزهای گذشته از سوی برخی سیاستمداران اروپایی به خاطر سیاست درهای باز در مواجهه با پناهجویان سوری مورد انتقاد قرار گرفته است. آنگلا مرکل با تأکید بر لزوم انجام تحقیقاتی فوری در مورد انگیزه ها و دلایل حملات پاریس خبر داد که در مورد افزایش تلاش ها در رابطه با پیدا کردن راه حلی برای بحران سوریه با ولادیمیر پوتین مذاکراتی کرده است. بنابر گزارش ها آقای پوتین با باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده نیز گفتگویی نیم ساعته داشته است که موضوع سوریه در صدر آن عنوان شد. آقای اوباما گفت ما در کنار رئیس جمهوری و مردم فرانسه ایستاده ایم تا جنایتکاران را تعقیب کرده و به دست عدالت بسپاریم. رئیس جمهوری آمریکا گفت همان گونه که حمله وحشیانه تروریستی در آنکارا و پاریس نشان می‌دهد کشتن مردم بیگناه فقط مربوط به ترکیه و یا فرانسه نیست بلکه این حمله‌ای به جهان متمدن است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه 15 نوامبر در حاشیه اجلاس گروه 20 در ترکیه به طور غیر مترقبه با همتای روس خود ولادیمیر پوتین گفتگو کرد. یک مقام کاخ سفید اعلام کرد هر دو رئیس جمهور همچنین هم نظر بودند که آتش بس در سوریه و نیز مذاکرات میان دولت سوریه و اپوزیسیون این کشور باید زیر نظارت سازمان ملل متحد صورت گیرد.
آقای اوباما در این گفتگو از تلاش‌های همه کشورهایی که علیه دولت اسلامی می‌جنگند قدردانی کرد و به ویژه از روسیه خواست تا حملات هوایی این کشور بر داعش متمرکز باشد. یوری اوشاکوف مشاور سیاست خارجی پوتین نیز پس از دیدار میان اوباما و رئیس جمهور روسیه گفت که آمریکا و روسیه اهداف استراتژیک مشترکی در رابطه با جنگ علیه دولت اسلامی دارند. اما در جریان اجلاس گروه 20 که تحت شعاع حمله‌های تروریستی خونین در پاریس قرار داشت، 20 کشور صنعتی و تازه صنعتی شده اعلام کردند که می‌خواهند مبارزه با تروریسم را تشدید کنند. قرار است که رهبران جی 20 سندی در رابطه با حمله‌های تروریستی در پاریس منتشر کند که جدا از بیانیه اختتامیه اجلاس آن در آنتالیا خواهد بود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که می‌خواهد با شدت بیشتری علیه شبه نظامیان تروریست دولت اسلامی عمل کند و به دنبال راهی برای حل کشمکش سوریه باشد تا بتوان با ریشه‌های تروریسم و آوارگی و پناهجویی بسیاری از مردم مقابله کرد. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز تاکید کرد پس از حمله‌های تروریستی در پاریس ضرورت دارد که به طور کامل بر روی ایجاد جبهه گسترده ضد ترور متمرکز شد. دونالد توسک رئیس شورای اتحادیه اروپا از کشورهای جی 20 خواست که گام‌های مشخص در این جهت بردارند. توسک گفت که فرانسه در انتظار عمل است. اعضای جی 20 در بیانیه پایانی خود همچنین به افزایش آشکار میزان کمک‌های خود برای مهاجران خواهند پرداخت. در بیانیه مزبور آمده که بحران پناهجویان ابعاد وسیع انسانی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی پیدا کرده و پاسخ وسیع و هماهنگ را می‌طلبد. اجلاس جی 20 ساعت 11 روز یکشنبه آغاز شده و تا امروز دوشنبه ادامه دارد. یک دقیقه سکوت به احترام قربانیان حادثه تروریستی پاریس. اجلاس سران گروه جی 20 روز یکشنبه در آنتالیای ترکیه کاملا متاثر از حملات تروریستی پاریس برگزار شد. 20 کشور صنعتی جهان در نشست سالانه خودشون معمولا به مسائل اقتصادی می‌پردازند، اما به قول پرزیدنت اوباما آنقدر بر اثر حملات تروریستی پاریس هوای آسمان تیره و تار است که پرداختن به موضوع تروریسم و نحوه مقابله با گروه تروریستی داعش رو بیش از گذشته الزام آور کرده. به واقع همین طور هم هست. حملات تروریستی پاریس آنچنان افکار عمومی جهان رو جریحه دار کرده که حالا در آنتالیا رهبران 20 کشور قدرتمند جهان چاره کار رو در این می‌بینند که باید یک ائتلاف و همبستگی و همکاری جهانی برای مقابله با پدیده شوم تروریسم و به ویژه سازمان مخوف و تروریستی داعش پدید بیاد. در این رابطه خبرها حکایت از آن داره که جدای از بیانیه پایانی و مرسوم این اجلاس، رهبران این 20 کشور قدرتمند جهان بیانیه مشترکی رو صادر می‌کنن که این بیانیه مشترک بر ضرورت تشکیل یک جبهه واحد در مقابل داعش تاکید می‌کنه. اما از حواشی این اجلاس دیدار رؤسای جمهور ترکیه و امریکا بود. رؤسای جمهور دو کشور پس از این ملاقات با هم در یک کنفرانس خبری شرکت کردند. آقای اردوغان ضمن محکوم کردن حملات تروریستی پاریس گفت که تروریست دین ندارد. او همچنین گفت من در ملاقات با پرزیدنت اوباما در مورد فعالیت‌های ائتلاف جهانی ضد داعش و نحوه همکاری با آن صحبت کردم و ما به عنوان یک عضو ناتو به وظایف خودمون در این باره عمل خواهیم کرد. افزون بر اینکه ترکیه در این اجلاس بر این مسئله پافشاری کرده که باید معضل آوارگان به عنوان نه یک مشکل منطقه‌ای بلکه یک معضل جهانی شناخته بشه تا برای نابودی آن مشارکت جهانی رو در پی داشته باشه. پرزیدنت اوباما هم در این رابطه مشخصاً به دو موضوع عمده اشاره کرده که نحوه مقابله با داعش و همکاری‌های دو جانبه و چند جانبه میان امریکا، ترکیه و اتحادیه اروپا، و تأکید کرد که من با رئیس جمهور ترکیه موضوع چگونگی مقابله با داعش رو مورد بحث و بررسی قرار دادم. همینطور پرزیدنت اوباما قول داده که کشورش با جدیت بیشتری با داعش مقابله خواهد کرد و تلاش اونها این خواهد بود که هرچه سریعتر راه حلی برای بحران سوریه پیدا بشه.
آقای اوباما همینطور به ترکیه اطمینان داد. در موضوع آوارگان، ایالات متحده امریکا به عنوان بزرگترین تأمین کننده کمک‌های بشردوستانه در کنار ترکیه ایستاده. بر روی شاید مجموعه این تلاش‌ها در کنار یک اراده جهانی فرای بهتری رو برای جهانیان رقم بزنه، فرایی که در اون ردپایی از مرگ و ترور نباشه. کشورهای شرکت کننده در نشست وین درباره بحران سوریه اعلام کردند بر سر یک نقشه راه به سوی ایجاد یک دولت فراگیرتر در دمشق ظرف 6 ماه و برگزاری انتخابات تا 18 ماه دیگر به توافق رسیدند. روز شنبه 23 آبان وزرای خارجه و دیپلمات‌های ارشد قدرت‌های جهان از جمله آمریکا و روسیه به همراه کشورهای منطقه شامل ایران و عربستان و نهادهای بین‌المللی در وین پایتخت اتریش گرد آمدند. بر اساس طرح مورد توافق، دولت اسد و گروه‌های مخالف باید تا ضرب الاجل اول ژانویه مذاکرات میان خود را آغاز کنند. قرار است ظرف 6 ماه پس از آن دو طرف بر سر تشکیل یک دولت انتقالی معتبر، همه شمول و غیر فرقه‌ای به توافق برسند و دولت انتقالی تازه باید جدول زمانی تدوین قانون اساسی جدید و برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه تحت نظارت سازمان ملل متحد ظرف 18 ماه را تعیین کند. گفته می شود این طرح کم و بیش بر ابتکار عمل روسیه استوار است. همزمان مقام‌های ایرانی گفتند که به اصرار این کشور در وین بود که مسئله کنار گذاشتن بشار اسد از قدرت مطرح نشد. حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران پس از این نشست در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت برخی شرکت کنندگان اصرار داشتند که در یک دوره 6 ماهه اگر روند پیشبینی شده خوب پیش رفت، بشار اسد در انتخابات آتی ریاست جمهوری سوریه نباید کاندید شود که موضعی غیر اصولی بود و در مقابل ما به صراحت تأکید کردیم که تنها شخص بشار اسد میتواند درباره حضور در انتخابات یا عدم حضورش تصمیم بگیرد و این تنها مردم سوریه هستند که میتوانند بگویند به او رأی خواهند داد یا خیر. اظهارات امیر عبداللهیان در تعارض با گزارش رسمی نشست است که میگوید سرنوشت نهایی اسد در نشست‌های بعدی روشن خواهد شد. در این حال خبرگزاری فرانسه روز یکشنبه 24 آبان گزارش داد که بعضی مخالفان سوری طرح وین را غیر واقع بینانه می‌دانند، اما سایرین محتاطانه به آن خوشبین هستند. آنس عبده از ائتلاف ملی گفت که بیانیه وین روشن نیست اما پیشرفت‌هایی در بر دارد. آقای عبده گفت آتش‌بس به طور اصولی خوب است چون از رنج مردم می‌کاهد، اما مهمترین مسئله نظارت بر اجرای آن است. سمیر نشار از دیگر اعضای این ائتلاف طرح وین را مایه سرخوردگی و غیر واقع بینانه توصیف کرد و گفت این طرح به یک راه حل سیاسی منجر نخواهد شد. وی تأکید کرد در بیانیه وین به برکناری آقای اسد از قدرت اشاره نشده، در حالی که این یکی از اهداف قیام مردم سوریه بوده است و این مسئله استدلال گروه‌های افراط‌گرا در سوریه را تقویت خواهد کرد که جامعه جهانی علیه مردم سوریه سازش کرده است. حسن عبدالعظیم سرپرست کمیته هماهنگی ملی برای تغییر دموکراتیک نیز در واکنش به توافق نشست وین این طرح را عملگرایانه توصیف کرد. در خبری دیگر، منابع خبری ایران روز شنبه 23 آبان از کشته شدن 3 تن دیگر از اعضای سپاه پاسداران ایران که در سوریه در کنار بشار اسد علیه مخالفان سوری می‌جنگند خبر دادند. پایگاه اطلاع رسانی آزادگان ایران با انتشار عکسهایی از اجساد مسعود عسکری، محمد رضا دهقان و احمد عطایی که روز پنجشنبه 21 آبان طی درگیری‌ها با مخالفان سوری در استان حلب کشته شدند، این خبر را تایید کرده است. بنابر آمار رسمی ایران، از ابتدای آغاز عملیات محرم حدود 1 ماه پیش تا کنون بیش از 40 پاسدار ایرانی در استان حلب سوریه کشته شدند. پیشتر سایت مشرق با انتشار عکس و اسامی نیروهای سپاهی و بسیجی نوشته است که در 2 هفته اخیر 20 پاسدار در سوریه کشته شدند.
محمود علوی وزیر اطلاعات ایران گفت انفجارهای بیروت و حملات پاریس هشداری جدی برای ایران است که باید مورد توجه کارشناسی قرار گیرد. وزیر اطلاعات ایران روز یک شنبه 24 آبان ماه در همایش سراسری حراست کل کشور با تأکید بر تهدید تروریست های تکفیری گفت در عرصه جنگ نرم مهمترین تهدید برای ایران نفوذ دشمن و در عرصه جنگ سخت تروریست های تکفیری هستند. یک روز پیش از سخنان وزیر اطلاعات ایران، ابراهیم جعفری وزیر خارجه عراق گفت سرویس اطلاعاتی کشورش به اطلاعاتی دست یافته که نشان می‌دهد فرانسه، ایالات متحده و ایران در میان کشورهایی هستند که تروریست‌ها قصد دارند آنها را هدف حملات تازه خود قرار دهند. وزیر خارجه عراق این مطلب را روز شنبه 23 آبان در پیامی اینترنتی در حاشیه گفتگوهای وین درباره بحران سوریه اعلام کرده است. آقای جعفری گفت ایران، فرانسه و ایالات متحده را در جریان موضوع تهدید تازه قرار داده است، اما جزئیات دیگری در مورد این تهدیدات تازه و چند و چون دستیابی به اطلاعات مربوط به آنها ارائه نداد. حمیدرضا آصفی سفیر اسبق ایران در فرانسه نیز در گفتگو با خبرگزاری خبر آنلاین گفت داعش کشورهای دیگری از جمله ایتالیا، روسیه و آمریکا را تهدید کرده است. وی هشدار داد در آینده این نه چندان دور شاهد حملات دیگری در کشورهای خاورمیانه خواهیم بود و این عملیات ادامه خواهد داشت. به نظر من فرانسه برای جهان هشدار قرمز بود. همزمان جمعی از ایرانی‌ها به نشانه ی تسلیت روز شنبه 23 آبان مقابل سفارت فرانسه در تهران تجمع و با اهدای گل و روشن کردن شمع با مردم فرانسه ابراز همدردی کردند. به گزارش ایسنا این تجمع به صورت خودجوش برگزار شد و با حضور شماری از اعضای نیروی انتظامی همراه بود. این تجمع در نهایت با درخواست نیروی انتظامی به پایان رسید و حاضران متفرق شدند. در این حال کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی به تیتری از روزنامه تندروی وطن امروز واکنش اعتراضی نشان دادند که با انتشار تصاویری از کشته شدگان پاریس تیتر زده است بفرمایید شام. همزمان محمد کوسری نماینده مردم تهران و رئیس کمیته دفاعی مجلس گفت به دولت فرانسه هم توصیه می‌کنیم که اگر نمی‌توانند امنیت مردم خود را در مقابل تروریست‌های داعش تأمین کنند، می‌توانند این مهم را به مستشاران نظامی ایران که اکنون در سوریه و عراق در حال مبارزه با داعش هستند بسپارند.